خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، و همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. امروز همیهنان گرامی، طبق روال هر 15 روز یک بار، من دعوت کردم از دکتر مسعود نقره‌کار، پزشک، نویسنده، محقق و کسی که فعالیت‌های ادبی و علمی بسیار داره و تجربه زیاد در مسائل سیاسی و تحلیل مسائل جهان. امروز، یعنی این هفته، ما در 29 سالگرد ترور ناجوان مردانه شادروان دکتر بختیار هستیم. همه شما آگاهید در اون موقعی که تب انقلابی به بدن اکثریت مردم میهن ما افتاده بود، ما یکی از بزرگترین شانس‌های دموکراسی رو از دست دادیم. دکتر شاپور بختیار عضو جبهه ملی و یکی از آزادی خواهان معروف ایران و فرانسه بود. در دوران حمله نازی‌ها به فرانسه و حکومت ویشی و پتن، آقای دکتر بختیار عضو نهضت مقاومت ملی فرانسه بود. یعنی این آدم به عنوان یک آزادی خواه ایرانی در فرانسه اسلحه گرفته بود دستش و بر علیه فاشیستای آلمانی می جنگید. بعد آمد ایران، جذب نیروهای ملی طرفدار شادروان دکتر محمد مصدق شد. ولی استثنایی که دکتر بختیار با بعضی از اعضای جبهه ملی داشت این بود که او به شدت، این رو به شدت من تاکید میکنم، مخالف آوردن مسائل دینی در مسائل سیاسی بود. در جبهه ملی، همونطور که آگاه هستید و تاریخ و دوستان خوندن، ما روحانیونی مثل آقای سید رضا زنجانی، سید ابوالفضل زنجانی، مرحوم حاج جوادی، نماینده به اصطلاح، نه این آقای حاج جوادی، آقای حاج جوادی معمم از قزوین انتخاب شده بود، و خیلی آیت الله میلانی، خیلی از آیت الله های بودیم که اینا برخلاف ابوالقاسم کاشانی. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، وکیل تصادفات با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود و چی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. جی‌ال‌ویزی شدن به همین راحتیه.
وقتی دوست داری همه رو با کسب و کار با کیفیت خودت آشنا کنی، جیلویز بهت کمک میکنه که تبلیغات هدفمند انجام بدی. با این تبلیغات مقرون به صرفه میتونی بازار هدفت رو انتخاب کنی و مشتریهات رو با خودت آشنا کنی. پس هوشمند باش و تو جیلویز تبلیغ کن. موفقیت با تبلیغات در جیلویز به همین راحتیه. اگر نیاز به کمک واحد پشتیبانی جیلویز و یا کاستومر سرویس دیگر خدمات شرکت گودلاین دارید، می توانید از سراسر دنیا با نصب اپلیکیشن تلفنی رایگان جیل تاک بدون هزینه با تمامی شماره های شرکت گودلاین تماس بگیرید. برای این کار لطفاً به اپ استور خود مراجعه کرده و اپ جیل تاک را بر روی گوشی تلفن خود نصب کنید و با ما تماس بگیرید. با جیل باکس 500 HD نه تنها تلویزیون خود رو به یک تلویزیون هوشمند تبدیل می کنید، بلکه فقط با داشتن یک خط اینترنت و بدون نصب دیش ماهواره می توانید از هر کجای دنیا به بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، افغان، ترکی، آذری، کردی، ارمنی و آشوری دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید از آرشیو کامل جیلویز شامل صدها هزار ساعت فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بهره‌مند بشید. در ضمن می توانید رادیوهای مورد علاقه خودتون رو از طریق جیلویز گوش کنید. جیلویزی ها برنامه های مورد علاقه شون رو فقط با کیفیت عالی دنبال می کنند. حال که کاربر جیل تاک هستید، در صورت تمایل می توانید از موجودی خود مقدار دلخواهی را به دوستان دیگری که اپ جیل تاک دارند منتقل کنید. برای این کار از اینجا گزینه فاند ترانسفر را انتخاب کنید. سپس شماره تلفن شخصی را که می خواهید به او اعتبار بدهید را در اینجا تایپ کنید. مبلغ اعتبار انتقالی مورد نظر را در اینجا بنویسید و سپس گزینه Verify را انتخاب کنید. پس از تایید شماره نفر مقابل، گزینه ترانسفر را انتخاب کنید. حال این مبلغ از اعتبار شما کاسته شده و به اعتبار نفر مقابل افزوده شده است. جیل تاک در کنار شما برای ارتباط با عزیزان. خب عمیانان گرامی، میبخشید دیگه، کار کامپیوتره و اشکالات سادگی کامپیوتر رو نمیدونم اینترنت و اینا. من وسط صحبتم ناگهان امیر اطلاع داد که اینترنت خلل وارد اومده. البته مال فکر میکنم اینترنت من بود. حالا خب داشتم اینو میگفتم که فرق بختیار با سایر، یعنی آقای دکتر صدیقی بختیار بودن چند نفر، با بقیه اعضای جبهه ملی این بود که اونا به خاطر عقایدی که داشتن، به خاطر سیاستهایی که تعقیب می‌کردن، احساسشون این بود که میشه با آقای حتی خمینی، آدمی که بسیار از نظر فکری عقب افتاده است، از غارهای تاریخ در اومده، همکاری کرد برای سرنگونی حکومت قبلی و استقرار یک حکومت ملی و استقرار دموکراسی، در حالی که این سیاست مورد تکذیب و نفرت دکتر شاپور بختیار، دکتر صدیقی و یه عده از روشنفکران به سوسیال دموکرات جبهه ملی بود. همون راهی که مرحوم خلیل ملکی بهش اعتقاد داشت. دکتر بختیار زمانی که متوجه شد جبهه ملی، یعنی آقای شخص آقای سنجابی، داره یه تمایلاتی نشون میده، آقای فروهر، آقای سنجابی و بعضی از سران جبهه مثل آقای حسیبی و علایار صالح و اینا، چون ریشه های قدیمی داشتن، اینا اکثرا اعتقاد به آدمایی مثل نمیدونم خمینی هم داشتن، میگفتن تنها کسی که میتونه حرکات ملی رو
به جلو بیاره و مردم رو به صحنه بکشه خمینیه. من خودم همطور که گفتم یک ماه بعد از انقلاب رفتم ایران و با بسیاری از سران اون موقع مصاحبه کردم، ولی در جبهه ملی کسانی بودن مثل سنجاق، مثل دکتر بختیار، مثل دکتر صدیقی، مثل آیت الله زنجانی، مثل آیت الله سید ابوالفضل زنجانی که اینا با وجود که مؤمن بودن، یعنی آیت الله زنجانی و برادرش، مطلقا حاضر به همکاری با خمینی و دار و دسته خمینی نبودن، چون سابقه آیت الله کاشانی رو داشتن و از همه مهمتر اون جناح مرتجعی مثل فلسفی و اینا همه توی دسته آقای خمینی بودن دیگه، عراقی و اینا، کسانی که همیشه بر علیه ملیون ایران بودن. خواستم اینو بگم، بختیار حکومت رو، بختیار صد به اصطلاح از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه شد، با وجودی که دکتر بختیار میدونست این مجلس مجلسی نیست که مورد تایید خودش و دوستانش باشه، کسایی که طرفدار دکتر بختیار بودن، قبول کرد که طبق قانون اساسی با همین مجلس رستاخیزی بره و در مجلس سخنرانی بکنه، مجلس پیشنهاد بکنه نخست وزیری رو به آقای دکتر بختیار، شاه تایید بکنه طبق قانون اساسی که تا اون موقع عمل نمیشه. و همونطور که شاهدیم دکتر بختیار اومد. حالا من نمیخوام این شرح رو مفصل بدم، چون امروز در برنامه دکتر مسعود نقره‌کار همونطور که گفتم هست و من بسیار خوشحالم که دکتر نقره‌کار با وجودی که از گروه‌های چپ آمده ولی چپ مستقل، بسیار خوشفکره. من یادمه چند سال قبل درست در زمانی که سالگرد به اصطلاح ترور دکتر بختیار، من از مسعود نقره‌کار دعوت کردم و دکتر نقره‌کار آمد و یک بحث بسیار علمی و زیبا راجع به دکتر بختیار و 37 روز نخست وزیری دکتر بختیار و ترور دکتر بختیار و اعمال دکتر بختیار صحبت کرد دکتر نقره‌کار، که بسیار دلچسب بود و همون موقع هم خیلی منعکس شد. من امروز از دکتر نقره‌کار خواهش کردم راجع به مسائل متعددی که الان میهن ما گرفتارش، از جمله سالگرد شادروان دکتر بختیار، دکتر نقره‌کار صحبت بکنه و من سوالات دیگری رو در ارتباط با مسائل ایران، زندانیان سیاسی، این به اصطلاح دزدی‌هایی که اخیراً کار دیگه به جای رسیده که ما رو عادت دادن، مثلا اگر بگن 5 میلیارد دلار یه نفر دزدیده، میگه 5 میلیارد، یعنی با گوش ما عادت شده دیگه. خب از اینی که کارگران گرسنه‌ن دیگه عادت شده، از اینکه زندان‌های ایران پر از انسان‌های شریفه عادت شده، از اینکه هر روز اعدام میشه عادت شده، و این نباید در ما به وجود بیاد این عادت‌ها، و یواش یواش سعی کنیم عادیه این مسئله. حالا من گفتگو میکنم همونطور که خدمتتون عرض کردم با دکتر مسعود نقره‌کار. دکتر نقره‌کار درود بر شما. و سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. دکتر نقره‌کار میدونید که من اول دارم میخوام از دکتر بختیار شروع کنم. 29 سال ترور شادروان دکتر بختیاره. اولا بسیار ممنون میشم راجع به 37 روز نخست وزیری دکتر بختیار صحبت بکنیم، و من این سوال رو متاسفانه باید مطرح بکنم، چرا روشن فکران ما و در رأس اونا کانون نویسندگان ایران و در رأس اونا احزاب و سازمان‌های اون زمان نیامدن با این التماس، فریاد، تمنای دکتر بختیار که میگفت آقا اگر این چکمه، این دیکتاتوری نعلین مستقر بشه بسیار خطرناکتر از به اصطلاح چکمه است. و ما دیدیم
که حتی وزرای دکتر بختیار رو اینا به وزارتخونه ها راه ندادن و چه کارهایی کردن اینا، در حالی که شانسی که در مورد بختیار ما داشتیم میتونستیم به اون خواسته هایی که سالها بود براش کوشش میکردیم برسیم. بله، ببینید دکتر بختیار به نظر من یکی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی و روشنفکران سیاسی جامعه ما بود و خب به هر حال جای خالیش هم الان حس میشه. هم اگر نگاه به اندیشگی و افکار دکتر بختیار بندازیم و هم به هر حال روندی که پروسه‌ای که او زندگی کرد، زندگی سیاسی کرد، به نظر من تایید میکنه این نسبتایی که من مطرح کردم به عنوان یک شخصیت برجسته و یک روشنفکر سیاسی. همونطوری که شما هم اشاره کردید، دکتر بختیار یک سوسیال دموکرات بود و به ارزش‌های بنیادین سوسیال دموکراسی در گفتار و رفتارش وفادار بود. یعنی در درجه اول آزادی، مسئله رفاه، مسئله برابری از نگاه یک سوسیال دموکرات، اینها به هر حال مؤلفه‌هایی بود، ارزش‌هایی بود که دکتر بختیار تو زندگیش اینها رو نشون داد. حالا چه دوره‌ای که در خارج از ایران بود و چه دوره‌ای که در داخل ایران. شما اشاره داشتید به هر حال به آنچه که قبل از اون 37 روز نخست وزیری ایشون مطرح شد. شاپور بختیار در واقع قبل از این که حتی وضع ایران به اون مرحله‌ای که سالهای 57 شاهد بودیم برسیم، بارها بارها مثل بسیاری دیگر از روشنفکران سیاسی جامعه ما تلاش کرد که محمد رضا شاه رو در واقع مجاب بکنه که در یک مسیر درست حرکت بکنه. نامه سه نفره بختیار، فروهر و سنجابی فکر کنم سال 56 اگر اشتباه نکنم انتشار یافت و در همون نامه هم ما این در واقع پیشنهادها، رهنمودها رو میبینیم که بهش توجه نشد، که در واقع مملکت داره در چه مسیری میره، چرا داره در این مسیر میره و چه باید کرد. خیلی روشن بود، بارها راجع به صحبت شده، من تکرار نمی کنم. به هر حال برگردم به این نکته که شما اشاره کردید، درست در موقعی که شیرازه فی الواقع اون جامعه پاشیده شده بود، درست در موقعی که به گفته خود شاپور بختیار یک خلأ سیاسی در جامعه اسمی شد و پشتوانه سیاسی نبود برای اون نگاه و اون حرکت شاپور بختیار، شاپور بختیار نخست وزیر میشه. و خب ما دیدیم که نتیجه عملیش چه شد. درسته از شاپور بختیار حمایت نشد و با نگاه امروزین ما به درستی یک خطا بوده. البته اینکه همه روشنفکران حمایت نکردن این صحت نداره. بسیاری از روشنفکران حمایت کردن، بسیاری از روشنفکران مخالفت کردن با اون روندی که پیش میرفت که خمینی بیاد سر کار، ولی به هر حال به درستی بخش بزرگی از روشنفکران این خطا رو داشتن. منتها میخوام بگم بختیار موقعی در واقع مسئولیت رو به عهده گرفت که یک بی‌اعتمادی اجتماعی و یک بی‌اعتمادی سیاسی در سر تا سر جامعه ما وجود داشت. و خب این برمیگرده به اون پروسه‌ای که قبلاً باید نگاه کرد بهش در جامعه ما گذشته بود. بختیار سخنانی گفت که به نظر من به درستی امروز جامعه روشنفکری و سیاسی ما، البته جامعه است سیاسی که میگم اون بخش آزادی خواه و عدالت خواست، امروز به بخشی از اونا میرسه. بحثی که در مورد مسئله آزادی ها میکنه، مسئله رابطه دین با حکومت میکنه، مسئله نقش روحانیت میکنه و بسیاری از بحث های دیگه که من وقت نمیگیرم، نشون میده که اون چه دیدگاه به هر حال پیشرفته ای داشت. همون اساره هایی که در مشروطه
در ایران مطرح شد و بارها هم خودش میگفت، یعنی توسعه و تجدد، آزادی خواهی، آزاد اندیشی و عدالت. به هر حال این که چرا در واقع این سوالی که شما مطرح کردید نشد رو باید در این دید، مملکت در واقع در یک شرایط خاصی بود، مسئله بی‌اعتمادی در سطح جامعه، مسئله نبود یک پشتوانه سیاسی و به هر حال یک شور و شعف انقلابی که در واقع خب کمی هم میشه گفت درش عنصر شعور کمرنگ بود. اینها اون موقع در واقع عمل میکرد و توجه داشته باشیم واقعیتش روحانیت در موقعی که بختیار اون 37 روز رو به عنوان نخست وزیر کار کرد و برای تلاش میکرد، روحانیت در یک موقعیت بالایی بود، در یک وضعیت خاصی بود و جامعه هم در اون وضعیت. این هستش که میخوام بگم در واقع امروز میشه این قضاوت رو کرد، ولی اگر شرایط اون موقع رو ببینیم، در واقع من تأکید میکنم مسئله سانسور، مسئله اختناق، مسئله بی‌اعتمادی که در سطح جامعه بین مردم بود، بین روشنفکران بود، اعتماد دیگه نمی‌کردن به دولت و به طور کلی به حکومت و حتی به بختیار، اینها فضایی بود که اون روز در جامعه ما متأسفانه غالب بود و یکی از دلایلی که از بختیار پشتیبانی نشد وجود چنین فضایی بود، ضمن اینکه عوامل مختلف دیگه‌ای هم بود، همون نیروهای خارجی به قول خود بختیار، نقش نیروهای خارجی در رابطه با تضعیف بختیار و در این حال موارد دیگه که خب بارها خودشون هم اشاره کرد. دکتر نارکار عزیز، بسیار بحث جالبی کردین. البته همونطور که شما گفتید این یه بحث خیلی طولانی میخواد. من منظورم این نبود که همه روشنفکران اومدن رفتن در مخالفت با بختیار، نه، ما میبینیم که در همون زمان هم خیلی از آدمون مثل شاملو، مثل دکتر یادم رحیمی که اینا نامه هایی نوشتن و گفتن صدای پای فاشیسم مذهبی رو داریم میشنویم. حاسد جوادی اون زمان بلافاصله شروع کرد نامه نگاری کردن، بسیاری از بچه های مستقل چپ شروع کردن. حالا بگذاریم از این. الان دکتر نقره‌کار میبینیم در ایران بازار دستگیری ها، اعدام ها، فشار به بچه های سیاسی به قدری بالا گرفته، با وجودی که این بیماری کرونا که حالا بهش خواهیم رسید تقریبا مملکت رو فلج کرده و از نظر آماری نشون میده که جمهوری اسلامی سه برابر تعداد مبتلایان به کرونا رو کمتر ابراز کرده. تو اینا چیزاییست که تو خودشون در اومد، ولی فشار روی زندانیان سیاسی با همه خطراتی که اینا رو تهدید میکنه داره روز به روز بیشتر میشه و درست در یه همچین زمانی ما میبینیم که آقای جمشید شارمهد، که من اصلا ایشون رو تا به حال به این اسم نمیشناختم، که گویا رادیوی تندر رو داشتن و در اینجا تبلیغات میکردن بر علیه جمهوری اسلامی و یکی از پیروان آقای فولادی بودن، ایشون فولادوند بودن، ایشون رفته گویا اطراف یکی از کشورهای اطراف جمهوری اسلامی و اونجا گرفتنش و بردنش مثل اون روح الله زم، بردنش در داخل و بلافاصله هم بردن چشاشو بستن، بردن تو تلویزیون و یه مقداری عقاریر اولیه رو گرفتن، چون ایشون هم اینجا با افتخار میگفت بله ما رفتیم در شیراز اونجا رو منفجر کردیم و 14 نفر کشتیم و اینا، از این حرفا که اینور زیاد میزنن. و الان این رو یه وسیلهی قرار دادن برای فشار بیشتر، برای اعدامای بیشتر و به عنوان یکی از شاهکارهای خودشون. منتهی این دفعه وزارت اطلاعات اومده تو جریان، دیگه سپاه نیومد. اولا سوال من اینه دکتر نقره‌کار، اینایی که میرن کشورهای اطراف و گرفتار میشن، اینطور که تجربه ما میگی، نه همشون البته، اینا اکثرا کسانی هستن که وعده های پولی به اینا میدن. شما نگاه کنین، این آقای روح‌الله زمون
اصلا من کاری حالا به سیستم فکریش و اینی که وابسته است نبوده، اینا کاری ندارم. این آدم بلند شده، کسی که ادعا میکرد من میخوام مردم رو راهنمایی کنم، نمیدونم آمدنیوز راه انداخت، آمده بود اصلا کسی رو قبول نداشت، فقط میگفت خبر از کانال من درسته، من تو اتاق خواب آقای رهبرم نمیدونم مأمور دارم، از این حرفا. این آدم آمد رفت ایران که از رفت عراق که از آیت الله سیستانی پول بگیره 1,000,000 خورده. خب رفت اونجا اینقدر ابلهانه رفتار کرد که به محض اینکه رسید تو عراق دستگیرش کردن بردن ایران. شما اگه نگاه کنی آقای فولادوند هم بهش گفتم بیا برو نمیدونم ترکیه، اونجا قراره یه میلیاردر ایرانی بیاد اونجا و به شما کمک بکنه، به این نمیدونم چی که تشکیلات که این آقای به اصطلاح فولادوند داشت، اینه کشید از مرز ایران تا اینجا که ما اطلاع داریم، بعد بردنش داخل با دو نفر دیگه، حالا میگن هنوز در دست اونا اسیره. یا خیلی کسای دیگه که مشاهد بودیم احمد، واقعا با این وضعیتی که هست چرا بعضی از این افراد اپوزیسیون بلند میشن دست به این اعمال میزنن، میرن کشورهایی که مثل ترکیه، مثل عراق، مثل عمان، مثلا همین آقای شادمهر، من هنوز اسمشون هم واقعا درست نمیدونم، جمشید شارمهر یا همچی فامیلی، ایشون بلند شده بره عمان، نمیدونم در اونجا گرفتنش بردن تحویل جمهوری اسلامی دادن، صاحب بردنش جلوی دوربین تلویزیون. البته اینجا یه عده میگن این مأمور نمیدونم جمهوری اسلامی، از این شایعات که ما خودمون میزنیم. من میخوام ببینم اینا آیا واقعا جمهوری اسلامی اینقدر قدرت داره که بره اینا رو دستگیر کنه بیاره اون بر، چون خودم هم شاهد بودم دیگه. الان حدود مثلا 3-4 ماه مرتب اگر شما دیده باشین زیر این برنامه‌ای که من اجرا میکنم در فیسبوک هم میذارم، این دوستان دیگه همه میدونیم چه تیپی هایی هستن، فحاشی های واقعا حیرت آور با آدم میکنن. بعد چند نفر هم هستن که جمهوری اسلامی چی هن؟ امنیتی هن. که آقا مواظب خودت باش، تو پیرمردی نمیدونم، اون یکی جوونه، میبریمت ایران اونجا محاکمت میکنیم و کسانی هم که تو رو تایید میکنن اونا بعضی چیز جرمشون سنگین تر میشه از این حرفا، که البته این کارا رو آقای شجری کردن گویا به اف بی آی، راجع نه راجع به من، راجع به کلن کسانی که تو برنامه های تلویزیون پارس میان گزارش دادن که آقا اینا مرتب تهدید میشن. حالا به اونا کاری ندارم، نمیخوام خیلی ما راجع به این مسائل صحبت کنیم، بگن خودشونو دارن خیلی تبلیغ راجع به خودشون میکنن، ولی میخوام اینو برای شما بگم، اینا در داخل همه چی رو باختن، حالا دست به این عملیات احمقانه میزنن. چه کسایی؟ کسایی که چندین تن اسناد اتمیشون رو اسرائیل اومده روز روشن رفته از توی یکی از انباراشون ورداشته، بار کامیون کرده، چند تا کامیون از ایران برده بیرون، حالا میخوام بگم ما قدر قدرت تمام آسمان ها، دریاها، زیرزمین ها، اینا در اختیار ماست و ما میتونیم دست به این عملیات محیرالعقول بزنیم. ببینید، دستگاه سرکوب حکومت اسلامی و اصلا به طور کلی اون سیستم امنیتی اطلاعاتیش، سیستم امنیتی اطلاعاتی قدرتمندیه. این رو از همون ابتدای بر سر کار اومدنشون میشد دید، در برخوردشون با مخالفان خودشون این رو نشون دادن، با جریان‌های سیاسی بنشین که چه سیستم در واقع دقیق و گسترده‌ای دارن. برای اینکه اینها از تجربه سازمان امنیت و اطلاعات ساواک استفاده کردن، حتی از بسیاری از میشه گفت افراد اتاق فکر اون سازمان، از کاگبه میگن استفاده کردن و واقعا همینطور بود، از بسیاری از سیستم های اطلاعاتی و امنیتی در دنیا اینا بهره بردن و با یک نگاه ایدئولوژیک، یعنی ماموراشون هم با مامورای به هر حال سازمان های اطلاعاتی و امنیتی دیگه هم فرق میکردن
و فرق میکنه. بنابراین از همون ابتدا معلوم بود، امروز هم به نظر من باید به این توجه داشت که این نظام در همه عرصه ها دوچار بحران و ضعفه، مشکل داره. میبینیم دیگه از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، فساد، بحثایی که هستش. و در این حال خب این روزام که شاهد دو حرکت مهمیم، حرکت اعتصاب‌های کارگری و همینطور حرکتی که در زندان‌ها هستش، اینا بسیار اتفاقای مهمیه. ولی در این حال میخوام بگم علارغم همه این مشکلات، یک جا این حکومت قدرتمند داره عمل میکنه و کرده، و این رو باید ما به اپوزیسیون به عنوان واقعیت قبول بکنه. و اون نظام، یعنی اون سیستم اطلاعاتی و امنیتیشه. اونجا به اندازه کافی فکر گذاشته، آدم گذاشته، آدمایی که برای جنایتکار هم توشون کم نیست، میدونیم که چگونه موجوداتی هستن و داره عمل میکنه. این رو گاهی اپوزیسیون و افرادی از اپوزیسیون جدی تلقی نکردن، یعنی فکر میکنن چون اون حکومت سیستمش دچار بحرانه، یعنی ساختار حکومتی بحران داره و جامعه هم تو اون وضعیت، اینها از این بحثا و مسائل امنیتی و اطلاعاتی غافلن. حکومت اسلامی میدونه که بقاش به خاطر اینه که اونجا قدرت داره و با این قدرت چیکار میکنه؟ نه فقط فیزیکی حذف میکنه، بلکه یک جنگ روانشناسی و یک روانشناسی ترس و هراس ایجاد میکنه و قدرت نمایی میکنه. البته تا حدودی چون فقط توی عرصه هست، گاهی فرار به جلو هست، ولی ما به عنوان اپوزیسیون باید این رو یعنی قبول بکنیم. به نظر من نشون داده، نشون میده. بنابراین این حرکت هایی که شما اشاره کردید، حالا ممکنه اونها از هر شیوه استفاده میکنن، فریب مالی، فریب جنسی، به هر شکل فریب های مختلف. و خب متاسفانه بخشی از عناصر اپوزیسیون در خارج و حتی در داخل به این مسئله کم توجه هستن و خب ما نمونه هاشو بسیار دیدیم. ممکنه مثلا، من باور ندارم که گفته میشه اینها مأمور خود رژیم هستن، رژیم داره بازی میکنه. ممکنه عناصری هم باشن، منتها خب این رژیم عملا نشون داده که سیستم اطلاعاتی و امنیتیش کار میکنه. هم در داخل باید اینو جدی گرفت، هم ما اپوزیسیون در خارج، و موفق هم بوده تو این راه. یعنی اگر پیش نرفته بعضی موقع ها یک سری حوادث بوده. بنابراین این بخش رو باید بهش تاکید کرد، نگاه کرد. و حکومت اسلامی همون ابتدا هم اشاره کردید که این سیستم سرکوب و این روش کار عامل بقاشه و بنابراین بهش توجه میکنه. تو هر شرایطی تو این رابطه کار خواهد کرد، حتی بحرانی ترین شرایط که ما الان شاهد هستیم. الان خیلی ساده اندیشانه فکر میکنن خیلی ها، چون اون همه بحران تو اون جامعه هست و مسئله کرونا هست و این نوع همه مشکلات منطقه جهانی، اینها از مسائل امنیتی سرکوب و اینها ممکنه غفلت کنن و یا توانش رو نداشته باشن. به نظر من اشتباس اگر این مسئله رو دست کم بگیریم، بیش از اینها در واقع دوچار لطمه خواهیم شد و بیش از اینها حکومت اسلامی به ما ضربه خواهد زد. دکتر نورکار، حرکت های یعنی مسئله مخالفت کارگران به خصوصی خیلی مهمه. با جمهوری اسلامی این مسئله هفت تپه شروع شد، بعد به البته از خیلی قبل در کارخانجات کوچکتر این اعتصابات شروع شده بود، درخواست های کارگری مرتبا مطرح می شد از شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران، بعد در شرکت های تابعه در کرج و در نمیدونم شهرهای دیگه، تا الان کشید، تا چند وقت قبل کشید به کارگران هفت تپه، و الان بین کارگران شرکت های نفتی و پتروشیمی و اینا دست به اعتصابات سراسری زدن. الان یک اعتصابات بسیار مهم داره در زمینه‌های نفتی و پتروشیمی و
نصب لوله‌های گاز و اینا شروع شده که تا به حال اصلا سابقه نداشته تو این نوع به اصطلاح کارگرا. نتیجه این اعتصابات کارگری شما چگونه می‌بینید؟ ببینید اصلا به طور کلی از سال 96 به این طرف و حتی قبلا هم همینطور بود، جنبش های صنفی و جنبش های مدنی در کنار بعضی از جنبش های سیاسی در جامعه ما فعالتر از قبل شده بودند و در واقع پا به میدان گذاشته بودند و ما شاهدیم بودیم که در این فاصله از 96 تا به حال چقدر اعتصابات کارگری، اعتصابات معلمان روی عرصه های مختلف جنبش مدنی، حرکت های زنان و به طور کلی بازنشستگان و گروه های اجتماعی دیگر رو شاهد بودیم و خب این به هر حال نشون میداد که ما این روزها رو پیش روی خودمون داریم. از یک طرف با در واقع افزایش بحران های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، به ویژه اقتصادی، خب از این طرف هم میشه گفت رشد و ارتقاء جنبش های مدنی و صنفی رو ما شاهد بودیم که امروز داره به نظر من به یک اوج میشه گفت دلگرم کننده تری میرسه، چون حرکت های کارگری رو باید تو این رابطه دید، یعنی جنبش های اعتراضی، به ویژه جنبش های اعتراضی کارگری الان داره دامنش وسیع تر میشه، شعارها در واقع داره ابعاد دیگه‌ای پیدا میکنه. در بعضی از این مقاطع که دنبال کنید شعارها رو میبینید از خواست صنفی ارتقا پیدا میکنه به خواست سیاسی و خب اینها نشون میده که در واقع اون جامعه آبستن حوادث بزرگی است، یعنی جنبش های بزرگی. و خب ما تجربه داریم وقتی واقعا کارگران و زحمتکشان اون جامعه و به هر حال گروه های اجتماعی دیگه با هم پا به میدان بذارن چقدر تعیین کننده است. به نظر من بسیار دلگرم کننده است. نیاز هست از این جنبش های کارگری، جنبش های دیگه مدنی اعتراضی، از خود حرکت هایی که در زندان ها زندانیان سیاسی دارن میکنن، یعنی به نوعی یک نوع جنبش هایی که داخل زندان ها هست، اینها رو باید حمایت کرد به شکل های مختلف و اینا حرکت های بسیار مهم تعیین کننده است. فی الواقع کل جامعه رو دوچار تغییر و تأثیر میکنه و این تحول رو و این توسعه رو به سمتی خواهد بود که ما برای از دل همین حرکت هاست که اون جنبش سیاسی سرانجام و اون آلترناتیو و اون جایگزین دموکرات، آزادی ها و سکولار در ایران شکل خواهد گرفت. این هستش که من فکر میکنم الان توجه به اعتراضات کارگری در ایران و مسئله زندانیان سیاسی و گروه های اجتماعی دیگه بسیار مهمه، چه از نظر تبلیغی، رسانه‌ای و چه از زوایای دیگه برای کمک کردن برای اینکه اینها به هر حال نوید بخش یک آینده روشنی رو برای ما در دل خودش داره. دکتر نورکار، برمیگردیم حالا در مورد مسئله کرونا صحبت میکنیم که شما به عنوان یه پزشک، کسی که تمام این مسائل رو به قول جمهوری اسلامی رصد میکنید، مرتب در جریان خبرهاش هستی، الان این واقعیت داره که جمهوری اسلامی تقریبا این مسئله رو مثل سایر مسائل لاپوشانی کرده و تعداد واقعی کسانی که فوت کردن و کسانی که مبتلا شدن به کرونا در ایران، اینا رو دائما دست میبره تو آمارشون و الان وضعیتی پیش اومده که اکثر استانهای ایران به اصطلاح به مرحله قرمز رسیدن، یعنی خطر اینطوری. الان هم که مسئله تظاهرات ماه محرم و نمیدونم اینا داره پیش میاد و اینا از ترس آخوندهای به اصطلاح آیت الگنده ها، از ترس اونا همین آقای حسن آقای کلیساست در این مورد صحبت میکنی که ما بایستی بشینیم کاری رو انجام بدیم که در کشورهای دیگه عقلشون نرسیده، در این حال هم عزاداری برای امام حسین انجام بدیم، در حالی که آیت الله سیستانی برعکس حرفای اینا رو زده
ولی اینا میخوان مسئله تظاهرات ماه محرم هم انجام بدن. به عقیده شما این وضعیت کرونا در ایران چگونه است؟ آیا واقعا این آماری که اینا میدن، این آمارا قابل اعتناس و قابل اینه که آدم قبول بکنه که اینا تونستن یه مقدار زیادی کرونا رو کنترل بکنن؟ نه، این گونه نیست. ببینید، حتی وزارت بهداشت حکومت اسلامی اعلام کرده، همون آقای حریفچی معاون فکر میکنم بهداشتی وزارت بهداشت اگه اشتباه نکنم، که 72 میلیون ایرانی در خط هشدار و خط قرمز هستن. یعنی از 84 میلیون اگر جمعیت ما باشه، خودشون میگن 72 میلیون الان مسئله خطر ابتلاشون و انتقال بیماری از این به اون وجود داره. آمارهایی که اینها میدن، البته گاهی از دستشون در میده مثل این فرد، و گاهی وزارت بهداشت هم البته سعی میکنه خودش نزدیک کنه به آمارهای به هر حال واقعی، ولی اهل سیاست اونجا نمیگذارن، کنترل میکنن. ببینید، نظام آماری تو جامعه ایران اولا خودش که یک نظام آماری نابسامان و به هر حال مسئله داریه، ولی ملاحظات سیاسی، ملاحظات ایدئولوژیک همیشه توی این نظام آماری دست داشته، نقش داشته. شما راجع به خودکشی ها من مثال میزنم، چون خودکشی در اسلام به هر حال امر حرامیه، یک آمار دقیق راجع به خودکشی نمیبینید. هر کیم خودکشی میکنه، بیمارستان ها یا خانواده ها میگن بگین این سکته قلبی کرده یا به دلایل دیگه با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه ما فوت کرد. در مورد کرونا هم همینطوره. آمارهایی که اینا راجع به کرونا میدن دقیق نیست به هیچ وجه. و این رو از خود آنچه که مردم در داخل ایران منتقل میکنن میشه فهمید. اینکه روز 200 نفر احتمالاً فوت میکنن و روزی 2000 نفر مبتلا میشن و الان مبتلایان 300,000 نفرن، از این نوع آمارها اینقدر وقتی دنبال میکنید درشون تناقض هست که تردید نمیکنید این آمارها دقیق نیست. آمار دقیق نیستش. وضعیت کرونا در جامعه ما فاجعه بار هست. مسئله محرم، مسئله همین راه انداختن مراسم عزاداری به اشکال مختلف به ویژه در فضای سربسته، در واقع این فاجعه رو ابعادش رو گسترده تر خواهد کرد، برخلاف آقای نظر آقای روحانی که میگه با شکوه برگزار کنیم این مراسم رو، ولی با ماسک مثلا این شکوه رو جشن بگیریم با رعایت فاصله. اینها در واقع به نظر من حرفایی است که نمیشه، عملی نخواهد شد و اصلا غیر قابل کنترل خواهد. و اگر این مراسم الان امروز هم کنکور سراسری بوده یا دیروز بوده، به هر حال شما حساب بکنید بیش از 1,000,000 الان در این کنکورهای سراسری شرکت کردن و در سالن‌های سربسته دارن کنکور میدن. خب فردا هم محرم میاد و شما ببینید که آقای روحانی اون صحبت رو میکنه، ولی تصمیم گیرنده در مورد محرم بیت رهبری مداها هستن. و شما ببینید مداهانی مثل سعید حدادیان میاد راجع به کرونا و در واقع مسئله محرم چه میگوید؟ میگوید که ما باید به باشکوه‌ترین شکل در فضای سربسته، در فضای آزاد محرم رو برگزار کنیم. ما رو هم حضرت زینب در برابر کرونا مسئول خواهد کرد. یعنی ما در ایران واکسنشو داریم، باید اون رو صادر کنیم به این ور اون. در هر حال میخوام بگم که با این مسئله کنکور سراسری، با این مسئله در واقع محرم و بحثایی که میدونید محرم ما سفر عاشورا تاسوعا و نمیدونم شام غریبوناش و اینا چگونه هست، با توجه به این مسائل باید انتظار داشت که کرونا در داخل ایران کشتار بیشتری رو بکنه. دکتر نورکار، من دیگه
خستتون کردم، ولی دارم باش در مورد آخری مسئله صحبت بکنیم، چون من بارها و بارها تلفنی که با شما صحبت میکنم از این بگیرو ببندها در زندانها، به خصوص فشار به زندانیان سیاسی، به خصوص همیهنان زن ما در زندانهای زنان، شما میدونید دیگه اسامیشون رو همه تقریبا دیگه همه حفظن، اینا روز به روز تحت فشارهای بیشتر قرار میگیرن، تلفن نمیذارن به خانواده هاشون بشن، مثل نسرین ستوده، نمیدونم بسیاری از، حالا بخوام اسم ببرم تعداد بیشماری رو باید بگم، اینا واقعا تحت فشار هستن. چگونه میشه این مسائل اینا رو منعکس کرد؟ آیا این طوفان توییتری که در مورد اعدام اون سه جوان تاثیرگذار، بسیار تاثیرگذار بود، آیا میشه در مورد مسائل دیگه هم این کار کرد؟ از جمله الان میدونی جان کسانی که اون بیانیه 14 نفر امضا کردن، عده زیادی جانشون در خطره. اینا رو باید چیکار کرد آقای نورکار بقیده شون؟ ببینید یه بحثی هست الان، چون یه کمپینه که خود شما هم لطف کردین امضا کردین، این کمپین در واقع یا کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و دادخواهی در ایران، میدونید الان در خارج کشور مطرح شده و عده زیادی دارن تلاش میکنن که بتونن این کارزار در سطح وسیع‌تری در خارج کشور و حتی در داخل پیش ببرن و مسئله آزادی زندانی سیاسی و عقیدتی رو و مسئله دادخواهی رو در یک سطح وسیع، نه فقط بین ایرانی ها، بین غیر ایرانی ها در خارج و به طور کلی محافل مختلف مطرح بکنن. خب یک عده بحثشون این هستش که این تا موقعی که این جمهوری اسلامی هست همینه، زندانی سیاسی رو آزاد نمی کنه، فشار به زندانی سیاسی میاره و این مسائل رو که دیدی. خود من نگاه همینه، یا دوستانی که در این کارزار هستن، این گونه نیست. در واقع درسته این نظام ما میشناسیم، الان هم راجع به توان سرکوبش گفتیم، ولی ما میباید اقدام بکنیم، ما میباید حرکت بکنیم و ما میباید تلاش بکنیم. یعنی صدای همون بی صدایانی که در زندان هستن باشیم، هم در خارج هم در داخل. حتی اگر جمهوری اسلامی هم نخواد به این مسئله توجه بکنه، اصلا بحث زندانی سیاسی گره میخوره با مسئله آزادی، با مسئله آزادی خواهی، با عدالت خواهی، با آزادی دگران میشی. و در جامعه ما وقتی این در واقع به شکل یک شعار ملی مطرح بشه، تأثیر فرهنگیش، تأثیر اخلاقیش و تأثیر سیاسیش رو باید دید. به نظر من این حرکت ها تأثیر میذاره، جمهوری اسلامی گاهی مجبور میشه فشارهایی که از در بین المللی میاد یه جاهای عقب نشینی بکنه. ما باید این کارو بکنیم در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی، ولی جنبه های دیگر این حرکت و این کارزار رو هم که من بهش اشاره کردم باید دید. الان شما نگاه کنید تشکلهای صنفی کارگری، خب به خاطر یک خواستای صنفی دارن حرکت میکنن. خب جمهوری اسلامی همین خواستای صنفی رو هم نمیده از این مواقع، یعنی نمیتونن بهش دسترسی پیدا کنن، ولی میبینیم که در حرکت گاهی جمهوری اسلامی رو مجبور میکنن یک جاهای عقب بشینه. اینو نه در عرصه صنفی، در عرصه سیاسی هم میشه انجام داد، به ویژه در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی. درست است تا موقعی که این حکومت اسلامی وجود داره ما این مشکلات رو خواهیم داشت و راه حل هم سرنگونی و رفتن این رژیمه، ولی معناش این نیست که به حرکت هایی که مثل حرکتی که در رابطه به زندانیان سیاسی است، به اهمیتش، نقشش و جایگاهش ما کم توجهی بکنیم. خیلی سپاسگزارم دکتر نورکار، از بحث بسیار جالبی بود. من راجع به این مسائل زندانیان سیاسی، راجع به تأثیر این به اصطلاح رسانه‌های مجازی اینا خیلی سوال دارم، که امیدوارم در جلسات بعد راجع به انتخابات آمریکا، راجع به کرونا در آمریکا و اینکه چرا اینقدر وسیع داره عده زیادی رو گرفتار میکنه، اینا این سوالاتی است که دلم می‌خواست امروز مطرح کنم، ولی خب اینقدر وقت فوری گذشت که ما نتونستیم به همه این
سوالات برسید. امیدوارم در 15 روز آینده که شما دوباره در برنامه من مهمان هستین به همه این مسائل پاسخ داده بشه از طرف شما. خیلی سپاسگزارم دکتر نارگار است. منم از شما تشکر. خب همه انانی گرامی، سپاس از امیر شهرتی نازنین، سپاس از شما عزیزان که به این برنامه توجه کردید. تا فقط یه مسئله رو دوباره حضورتون بگم، این طوفان توییتری رو راه بیاندازید و در اون اعلام بکنید که جمهوری جهل و جنون و جنایت دست از سر کولبران کرد همیهن ما برداره و این خیلی لازمه. همیهنان گرامی شرکت کنید در این طوفان توییتری و اجازه ندیم که جمهوری جهل و جنون همیهنان کرد ما رو که با زحمت با سنای بالا کولبری میکنن اینطوری مورد هدف گوله قرار بدن و اونها رو بی سرپرست خانواده ها رو نابود نکنن و از بین نبرن. بسیار سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.